خب جناب گزدان بود همونجور که براتون توضیح دادم میخوام نظر شما رو به عنوان یک نویسنده هنرمند در مورد پرژن واردز بدونم اینکه ما اولین جایزه مستقل و بین برای همه هنرمندان در سراسر دنیا هستیم نظرتون راجع به این جایزه چیه؟ آیا یک در حقیقت انگیزه ای برای دوستان هنرمندان خواهد بود؟ آیا جاش خالی بوده؟ خوشحال میشیم نظرتون رو بدون. خواهش میکنم من فکر میکنم که هر شکلی از ما, ما احتیاج به تنوع تو این چیزا داریم انقدر این کارا رو نکردیم بخشیش به نظرم مثل مسائل اجتماع ماست و مبتلا به در واقع مسائل کشور ما هستش اینکه ما کلا هر حرکت های تیمی کارهای گروهی فرصت دادن به یکدیگر برای اینکه آدم ها بتونن هر کسی حالا در مورد این بحث الان توی بحث هنر و مثلا فرض کنید در زمینه نویسندگی هستش تو هر زمینه ای به نظرم این طور حرکت ها به نظرم حرکت های بسیار خوبی هستن و هم به نظرم گسترده تر و سازمان یافته, یافته بودنشون کمک میکنه به اینکه صداهای پراکنده در ایرانیا در چه در داخل ایران چه در بیرون ایران نزدیک بشن به هم دیگه آدم ها آروم آروم همدیگر رو بیشتر بشناسن و این به گمان من یه مقداری یه جور شق شدگی اجتماع ما و فرهنگ ما کمک کنیم این فواصل نسبتاً به نظرم بزرگ بینه در واقع فکرهای ایرانی کمتر و کمتر و کمتر بشه برای اینکه ما اگر هر اتفاقی که برای ما میفته ما محصول در واقع اول فکر شخص خود هر آدمی به نظر محصول فکر شخص خودشه و محصول کار جمعیه که در واقع حول اون آدم شکل میگیره اون بخش اولش رو هر آدمی مستقلا خودش میتونه شکل بده ولی بخش دوم به نظرم کارای این شکلی لازم داره و من بسیار خوشحالم که بخشی از این کار بتونم کمک دست، از دستم بر بیاد در خدمت شما باشم خیلی ممنون ما دو نوع رایگیری داریم این موقع بود یکی رایگیری آکادمیک یکی هم رایگیری مردم نظرتون راجع به این رایگیری چیه برای جوایز برای جوایز خب اغلب در واقع جشنواره های در واقع حتی توی سطح دنیا هم همین شکلی حتما البته کم و زیاد دارن بعضیا خب امتیاز بالاتری به نظرات مردمی میدن بعضی ها کمتر بسته به اون جنس در واقع اون موضوع داره فرض بفرمایید شما مثلا اگر بخواید در رشته مثلا فرض کنید در رشته علوم اگر مثلا از کسی بخواید تقدیر بکنین یا اگر بخواین به این شکل در واقع ارزش گذاری بکنین بین آثار وقت خب طبیعتا اونقدر کار تخصصی میشه که و اصلا مخاطبش عام نیست که خب اون بخش کمتر یا اصلا شاید ناکارآمد میشه اون آره میشه مثلا از یک اجتماع کوچکتری از متخصصین اون شکل داد و اونها رو به عنوان بغیر از از اون در واقع تیم اصلی هیئت داوران اینطور در واقع همت ولی به نظر من هر دوشون فوق العاده است به خصوص در هنر که قرار است که محصول نهایی اتفاق نهایی در واقع در خدمت مخاطب عام رخ میده و خیلی از آثار هستن توی همه رشته‌های هنری از نظر منتقدین از نظر متخصصین کلی درماشون بحث و جدل و صحبت هست ولی خب اونقدر این مورد در واقع استقبال عام قرار نمیگیره این هر دو باید با هم دیگه شکل بگیره و به نظر من هر دو کنار هم ارزشمندن بسیار علی خیلی ممنون از نظراتتون متشکرم